بعضی ما فکر می‌کنیم آقا مثلا امام زمان چه آبه چه در بخوره وجود یک کسی مثل امام زمان چیکار میکنه چه کارایی داره چیکار میکنه چه کارایی داره بعد از مفهوم خدا مهمترین مفهوم و مشترکترین مفهوم مفهوم منجیه اگر یهودی ها به دنبال آمدن ظهور ماشیح بن دیوید هستن مسیحیان به دنبال ظهور همان ماشیح بن دیوید منطقه مدل مسیحی شده است حضرت مسیح هستن اگر مسلمانان چه شیعه چه سنی منتظر ظهور مهدی هستن و در اینکه مهدی علیه السلام از اولاد امیرالمومنین و حضرت زهرا کوچکترین در واقع تضادی با هم دیگه ندارن یک اشتراکی رو شما تو این مفهوم پیدا می‌کنید حد بکنید در مورد امامت چه بحث رو استفاده می‌کنه قرآن میگه ائمتن یهدون به امرنا امامهایی که هدایت میکنن به امر ما و اوحینا الیهم فعل الخیرات امامهایی که فعل خیر رو به اونا وحی کردیم کلن کار خیر رو ما به اینا دادیم امکان نداره از اینا شر سر بزنه وقتی میخواد اسم اینا رو ببره نمیگه انبیا دقت کنید میگه ائمتن امامهایی که این ویژگی رو دارن یعنی هر کاری انجام بدن خیره اینا همان اسماء الله هستن که حضرت آدم اسم اینا رو برد میگه آخر الزمان به دست او رقم خواهد خورد بسیاری از این فیلم هایی که اخیراً داره ساخته میشه مثل فیلم ورلد وار زد اصل ماجرا میگه آقا یه ویروسی داره کل دنیا رو میگیره اون ویروس اسلامه این ویروس 12 ثانیه طول میکشه اثرگذاری داشته باشه از اول تا آخر گلنبک داره میگه 12 امام 12 امام ریتورن قرار برگرده دقت کنید نمیگه میاد نمیگه کام It is the 12th Imam, the 12th Imam, the return of the 12th Imam or Mahdi. میگه ریترن یعنی بوده میخواد برگرده. خدا میدونه چی گفت؟ گفت برید دوراتونو بزنید. هر موقع به منجی من رسیدید برگردید. فلزا منجی زمانی ظهور میکند که به بنبست ایدئولوژیک مردم میخورن. و دنیا باید برسه بگه غلط کردیم. ما یک بار دیگه شیرینی عدالت علی ابن ابی طالب رو میخوایم. خدا بگه حالا پسرش رو بگیرید. دنیا به این نتیجه خواهد رسید که خدایا اشتباه کردم نه فاشیسم نه کمونیسم نه لیبرالیسم هیچ کدام از این اسما به دردم نخورد عامل وحی خودتو دوباره بفرست و تو کجای این جریانی برو جایگاه خودتو مشخص کن و تو کجای این جریانی برو جایگاه خودتو مشخص کن برو جایگاه خودتو مشخص کن